دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیز با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصصی ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیز. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر شما عزیزانم، واقعا خیلی خوشحالم یه بار دیگه مقابل این دوربین در کنار شما قرار میگیرم. با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه‌مو مطابق معمول شروع میکنم. در ابتدای برنامه از لطف و مرحمت همگی عزیزان که همه جور شامل حال من میشه، چه در فیسبوک، چه در اینستاگرام، چه در تلگرام، چه تلفنی، توسط ایمیل، خیلی واقعا ممنونم. امیدوارم که اون خدمتی که من واقعا دوست دارم به جامعه ایرانی بکنم و اون تحولی که از نظر تفکر دوست دارم همه ما به اون نقطه بالا برسیم، نقطه‌ای که والا و ارزشمنده و یعنی در حقیقت برسیم به بعد انسانی وجودمون. یعنی بعد انسانی ما چی هستش؟ ما وقتی که خالص است، کینه، خشم، حسادت، حقارت، تبعیض، روحی که هیچ کدوم از اینا توش وجود نداشته باشه، اون روح خالص ما میتونیم به اونجا برسیم. ممکنه آلوده شده باشه ضمیر ما، روح ما، بر اثر تربیت، بر اثر ارتباط، هر چقدر میتونیم در ارتباط با تربیت خانوادگی، بیشتر شرایط خانواده، محیط، اجتماع و فرهنگ و شرایطی که حاکمه بر اون محیط و فرهنگی که حاکمه بر اون محیط، به هر حال میتونه یک تاثیراتی در روی ما بذاره که ما خوب تاثیرات مثبتش رو نگه داریم و اونا رو زندگی بکنیم، تا اینکه کینه و خشم و حسادت و حقارت رو بخوایم تمام مدت آدمها رو قضاوت کنیم و این قضاوت بسیار دردناکه. خاطرتون باشه ما در جایگاه قضاوت نیستیم. آنچه را که میبینید نمیدونین که این درسته یا نیست. تنها کسی که میتونه اینو بدونه اون خداوند عالمه. یعنی ما خودمونو بدهکار نکنیم به یونیورس، به اون واقعا انرژی برتر که حاکمه بر جهان هستی. حالا نه، شما به عنوان خدا قبول داریم، به عنوان هر چیزی که به هر حال یک آفرینندهی بوده، کرییشن به وجود اومده و یک کرییتیوی وجود داشته، یعنی یک خلق کننده. حالا هر چی که هست این قدرته و ما اگر مطابق اون قانونهایی که اصلا بر روابط حاکمه، یعنی نشون دهنده اینه که من اگر محبت کنم محبت رو میگیرم، اما این اونجوری نیستش که حالا حتما اینطوری از همون طرف از اون فرد. شما آگاه نیستین اینجا محبت میکنین، 5 سال دیگه، 3 سال دیگه، یه جای دیگه اون جبران میشه، اما یادتون نیست این پاسخ و محبتتونه، چون بدن ما موقعی بالانس پیدا میکنه، هماهنگی پیدا میکنه که اون اکشنی که من انجام دادم تو کالبد علی من برگرده
این همون به من برگرده تا من اعتدالم به دست بیاد. این قانونشه. حالا میخواین باور کنین میخواین نکنین، چیزیه که من سالها روش کار کردم، مطالعه کردم، خودم به نتیجه رسیدم. شاید خودم هم مثل شما اول، چون من آدم علمی هستم، آدمای علمی تو فلسفه و متافیزیک زیاد نمیخوان وارد شن و میگن نه بابا تا به چشممون نبینیم، تا خودمون نمیدونم قانون نداشته باشه، نمیدونم یه چیز علمی پشته. این همش حرفه. من خودم هم اینطوری بودم، من باور نمیکردم، خندم هم میگرم وقتی که یه چنین ابراز عقایدی رو میشنیدم درباره مسائل. اما وقتی که میخوای باورش بکنین، تمرین میکنین، امتحان میکنین. ببین هیچ چیزی رو اگر کسی به آدم میگه نمیتونه کنارش بگذاریم و بگیم بی خود چرند، دلیلی نداره، مزخرفه. بعضی حتی از آدم های به هر حال علمی که ازشون سوال میکنه، نه اینا خرافاته، اینا بی خوده، اصلا هیچی به هیچی ربطی نداره، خوبی میکنی، هیچ معلوم نیست، جوابش هم ممکنه بدی باشه. اصلا این طرز تفکر که امروز من در یک مصاحبه ای که یک کسی با یه آقای تلفن زد و مشکلاتشو بپرسه، بله اصلا قانونی حاکم نیست، معلوم نیست چه خبره، از این اتفاقات میفته، مثلا یا آدمی که حالا جوان بوده یا اشکال نمیدونم هر چی بوده فوت کرده یا بعد اثر بیماری، میگه او فیر نیست، یعنی هیچ قانونی حاکم نیست. حالا نمیدونیم پشت اون چه چیزاییه، اما من مطالعه دارم، میدونم پشت همونی که اگر اون به یه علتی فوت کرده، اینا تمامش علتهایی وجود داره که ممکنه شما بخواییم باورش نکنیم، بکنیم خب چون آدم خوبیه، مهربونه یا فلان بوده، پس با قضاوت شما نباید این اتفاق برش بیفته. اما قضاوت ما مطرح نیست، چیزهای اون پشت هست. یعنی ما اون بار تقدیری که داریم، یک اکشنایی که انجام دادیم، حالا قبلش بعدش، نمیخوام الان فلسفه اینو براتون بیام توضیح بدم، ولی میگم خیلی خب برای اینکه زندگیتون رو رشد بدین باور کنین، فقط همین، هیچ چیز انتظار ندارم ازتون، باور کنید. من اگر یک نفر یک چیز رو به من بگه، من دنبالش میرم و اون رو دنبال میکنم. چرا؟ میگم هر انسانی اگر به یه ذهنیتی رسید، من همینطوری نمیگم نخیر اشتباه میکنید، دروغ قبول ندارم، میرم سرچ میکنم، تحقیق میکنم با خودم، با از اینو، یعنی نمیگم نه. هر چیزی که با باور شما منطبق نبود، شما اگر یه آدم مادی باشین، تمام مدت دنبال ثروت اندوزی باشین و همش بخواین از اون دید و از اون بُعد نگاه کنین، آره از اون بُعد نگاه کنین، ولی ذهنیتتون با من فرق داره، چون شما فقط بعد مادی مسئله رو میبینه و چیزهای ظاهری، من اونو نمیبینم. من چیزی رو که میبینم خیلی عمیق‌تره، چیزی هستش که کار میکنه در زندگی ما، منو به هم آرامش میده. اون چیزی که به من آرامش میده اینه که یاد بگیرم روز به روز انسان بودن رو بیشتر تجربه کنم، مهربانی، محبت، عشق، بخشش، بخشش خودم به خاطر تمام اشکالاتم، بخشش دیگران، تمام اینها میتونه آرامش رو به من بده. و اینکه قضاوت نکنم هر کی بیادش او اینو میدونی این سالها اون کاری کرده بود، 10 سال پیش اینجوری بود، 20 سال پیش اونجوری بود. و متاسفانه جامعه ما نمیاد فراموش کنه که مثلا من آدم های مشهوری هستن تو این جامعه که حالا قبلا معتاد بودن، اعتیاد به مواد مخدر، حالا خودشون اومدن دارن مبارزه میکنن برای مواد مخدر، یا پیشرو هستن، ولی بازم که میگه اونم اون که معتاده. یعنی ما میخوایم تمام مدت اون لیبل به اون آدم بزنیم. چطوره ما نمیتونیم بپذیریم که آدم ها تغییر میکنن؟ آدم ها میتونن تغییر کنن، و اینو وقتی ما بپذیریم دیگه قضاوت نمی کنیم، دیگه خودمونو. تلفن من بردارم. درود بر شما، بفرمایید. الو خانم دکتر نظامی، حال شما؟
خیلی متشکرم، مرسی شما. خیلی ممنون که هفته پیش جواب منو دادی و من این با بخواهی سوال رو دیگه از شما بکنم. بفرمایید. کسی که واقعا کسی رو کنترل میکنه میتونه یه بیماری باشه؟ خب بله معلومه، وقتی که من عادت دارم همه چی رو کنترل کنم، یه سری اشکال obsessive compulsive disorder دارم، یه سری اشکال استرابی دارم، بستگی داره. حالا ببینیم تا چه جوری این آدم داره این کار رو انجام میده. بنابراین ما تنها کسی رو که قادریم و باید کنترل کنیم خودمونه، رفتارمونه، تفکرمونه و اینکه چه جوری اجازه ندیم افکار منفی بیاد و باورامونو تغییر بدیم. ما حاکم بر خودمون هستیم، نمیتونیم جلاد به قول معروف یا نگهبان یا مبصر یا هرچی که میگین یکی دیگه باشیم. حالا اون کس میتونه همسرمون باشه، بچه‌مون باشه، اطراف. این کار اگر بکنیم یک نوع مشکلیه که اون آدم داره، مشکلی به خاطر اینکه تنش براش ایجاد میشه اگر کنترل نکنه، اگر هی سوال نکنه، اگر پیگیری نکنه. من دارم توی رابطه مریض هایی که اینجوری هستن و واقعا در حال درمانن، برای اینکه خیلی مشکل بزرگیه کنترل کردن، کنترل کردن دیگران، به این دلیله که من استرابای خودم رو دارم میخوام تخفیف بدم و برای اینکه استراب خودم رو تخفیف بدم من شروع میکنم آدم ها رو کنترل کردم و سوال کردم و باز هم قانع نمیشم. چرا؟ برای اینکه مشکل دارم. این مسئله نیاز به درمان داره و ما حتما باید یک کار فکر جدی براش بکنیم، چون هم خودمون هرت میشیم، اون آدمی که کنترل میکنه هم خودش هرت میشه، هم اطرافیانو هرت میکنه، هم اطرافیانو ناراحت میکنه. سوالهای بیجا کردن، نپذیرفتن اینکه آیا تو مثلا فلان کارو کردی یا نه، اون بگه نه، حالا قسم بخور، حالا راستشو بگو. ببین اینا تمامش علائم بیماریه، هیچ چیز طبیعی نیست. اگه کسی داره این کارا رو باهاتون میکنه، آدمیه که نرمال نیست رفتاراش. هر کسی حاکم رفتارها و روابط خودشه. ما میتونیم بچه‌مون رو به خاطر رفتاراش که سیفش نگه داریم، نذاریم از خطر دورش بکنیم، بچه‌مون رو باید یه سری چیزاشو یادش بدیم و کنترلش کنیم. ولی همون بچه رو اگه بخوایم اختیار کنترل زیاد ببریم، برامون اشکال به وجود میاد. مرسی. درود بر شما. الو. عزیزم. سلام عزیزم، بفرمایید. حالا شما خوبه خانم دکتر؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. سلامتی، خوشحالم که میبینم اتون. منم همینطور خوشحالم صداتون رو میشنوم. میگیرم خانم دکتر خدمتون. یه سوال داشتم خدمت شما. بفرما، خواهش میکنم. میخواستم ببینم در رابطه با مرگ، مثلا اینکه آدم از مرگ واهمه و باید چه کار کرد؟ گفتم اگر ممکنه من بعد از تلویزیون نگاه بکنم برام توضیح بدین. کی از مرگ میترسه؟ کی از مرگ میترسه؟ کی از مرگ میترسه شما؟ یا نه میگم یعنی راهنمایی بفرمایید که بعضی موقع بعده. خب به من بگین که وقتی فکر میکنین که درباره مرگ فکر میکنین چه حسی بهتون دست میده. من میخوام پاسخ خودتون رو بدم ببینم. والا حس همو نمیتونم بگم بهتون، ولی همیشه من فکر میکنم که مثلا خطایی نکنم، چون میدونم بالاخره یک زمانی باید برم جواب بدم، ولی گاهی اوقات میترسم. میخوام ببینم چیکار بکنم که این حالت رو از خودم رها کنم. حالا بزنید یه سوال، یعنی شما هم مرگ در به خاطر این میترسین که فکر میکنه حالا که خطا کردین پس؟ نه برای اون نیست، در کل یک مثلا یه عقیده کلی گاهی اوقات مثلا توی ذهنم میاد، میخوام با اون مقابله بکنم. منظورم اینه، آدم ضعیفی نیستم خانم دکتر، مثلا با سختی ها خیلی مبارزه میکنم، ولی دوست دارم ترس از خودم رها کنم. خب ببینین، همون ترس از اینکه اون ترستون رو من حس کردم از کجا میاد. ترستون از اونجا میاد که شما احساس میکنین که خب حالا شاید در گذشته بدونی که آگاه باشین یه کار خطایی کردین، یه اشکالی داشتین، حالا اگر من بمیرم اتفاق بعد از مرگ اینها من مجازات خواهم شد، چجوری خواهد شد، و از اون عواقب اون رفتاراتون بعد از اینکه بعد از مرگ شما میترسه.
مرگ در حقیقت یک تحوله برای ما، یعنی ما روحمون جاودانه باقی میمونه، ما هم همواره هستیم. حالا این جسممون چون از خاک به دنیا اومدیم و به خاک هم میریم، ولی جسم اون جسم دیگه نه روح توشه، نه حس داره، نه درد داره، نه خون توش مونده، هیچی. اون هیچی نیست، هیچی نه، اون روح ماست. روح ما جاودانه میمونه. و حالا با توجه به هر حال مطالعات زیادی که من دارم و تجربیات زیادی که من دارم، اون روح ما بر مبنای اعمالی که ما کردیم، ما به هر حال جسم های مختلفی خواهیم گرفت. این تفکریه که من خیلی روش مطالعه کردم. حالا ولی با این کالبدی که الان هسته، نه در کالبدهای دیگه، و بعدم یادتون نیست چجوریه، اما ما به هر حال اگر در جسم های مختلف به دنیا میاییم، ما میاییم کامل بشیم، ما میاییم عشق کامل رو. بر اثر مطالعه زیاد من فهمیدم بر این مبنا نیست که تو اگر یکی رو مثلا سیلی زدی، کشتیش، یک کاریش کردی، دفعه بعد که دنیا میای یک شما رو میکشن، نه. چون جهان از انفجار عشق به وجود اومده، ما در نهایت اینقدر بعد دنیا بیایم که اون عشق رو تجربه کنیم، یعنی در نهایت عشق رو به همه یاد بگیریم تو وجودمون، اول به خودمون و بعد به دیگران. تا موقعی که اون رو تکمیل نکنیم، یعنی ما با این حالت که کینه دارم، اگر با کینه از یک قومی، از یک فردی شما از دنیا برین، بگین که من مثلا از بودایی ها بدم میاد یا از مثلا هندی ها بدم میاد و هم تو ذهنتون کینه باشه، احتمال اینکه شما به صورت یک هندو در لایف بعدی به دنیا بیان و اونو تجربه کنی هست. چرا؟ برای اینکه ما از هرچی بدمون بیاد باید یاد بگیریم اونو بهش عشق ببرزیم. جهان کامپنسیشنش اینه. اون چیزی که من برداشت کردم، اون چیزی که من خیلی روش مطالعه کردم و دیدم، جهان ما جهان خشم و تنبیه نیست، عمل ماست، عمل ماست که به ما برمیگرده. حالا یاد بگیریم تو این لایفی که الان آگاهیم، ببینید همه تون الان تو این لایف، من اقلا لااقل دارم این آگاهی رو به شما میدم، یاد بگیریم نفرت، کینه، خشم، حسادت، غیبت، قضاوت، دزدی، هر چیزی که برای دیگران واقعا ضرر داری، یاد بگیریم انجام ندیم. اینو واقعا من ازتون خواهش میکنم، یاد بگیرین. نمیتونین منفی ها رو از من ببرین، بیاین من با اتون کار میکنم، یا از من سوال کنین. من حتی 20 دقیقه مشاوره رایگان دارم، میخوام که شما را آگاه کنم که با این خشم، با این کینه، با این نفرت، باز هم ما همینطوری این دور تسلسل اینطوری رو واقعا ادامه ندیم. من اصلا اهل کینه و غیبت هم نیستم، خدا را شو میگم، رو خودم خیلی میتونم کار بکنم. بله نه یاد بله یاد بگیرین. اگر ببینین یه چیزی رو که یه مژده‌ای که من به همتون میدم و واقعا من سالها مطالعه و ممارست داشتم، حالا غیر از اینکه من فوق دکتره روانشناس بانیلی هستم که اون خب در مورد بیماری ها نمیدونم درمان انواع استراب و فوبیا ها و هرچی، اما مطالعه‌ای که من در کنار این در حدود 20 سال 20 خورده سالی دارم ریز به ریز انجام میدم، اون اینه که یاد بگیریم که ما میتونیم حتی اگر خطایی کردیم، اگر به کسی ظلمی کردیم، اگر فکر میکنیم یه جوری به قول شما گناهی احساس میکنیم، اینا رو میتونیم تو این لایف با آگاهی که پیدا میکنیم میتونیم اینا رو پسش بکنیم، میتونیم اینو تبدیلش بکنیم به اینو میتونیم تبدیل کنیم به گود کردیت، یعنی خوب بهتر شدن کردیت ما. اگه صدای من از تلفن نمیشنوه میتونین از تلویزیون گوش بده. به هر حال صداتون خیلی قطع و وصل میشه. خب این تلفنای نمیدونم مال ایران اینجوریه. میخواین حالا شما از تلویزیون گوش بدین، به هر حال هر که از ایران زنگ میزنه. من بهتون بگم خانم دکتر، امشب ماشاءالله خیلی خوشگل شدین. مرسی. بس... هم لباستون قشنگه، هم آرایشتون خیلی. خیلی لطف داریم، ممنونم. ما میگم خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. حالا هم تینت زیبا، هم صورت زیبا،
هم بهداشت، هم نظافت، همین که با انرژی خوب، با لبخند، اینا ایناست هدف ما. پس من باید یاد بگیریم که چجوری خودمونو اونطوری واقعا در مقابل زندگی چجوری رفتار بکنیم که اولا کارما نگیریم، اولا به قول معروف بد کردیت نشیم. اگه من غیبت کنم، خشم داشته باشم، برم برای کسی پاپوش درست کنم و بخوام اونو تو چاه، مطمئن باشیم برای من حتما اون اتفاق خواهد افتاد. حالا دیر یا زود، ولی شما ممکنه چون اون کار اشتباهی کردین اصلا یادتون نیاد که مثلا فلان سال یه همچین چیزی رو به دیگران روا داشتیم. ولی قانون اکشن ریاکشن، این دیگه قانون متافیزیکی نیست، قانون فیزیکیه. هر عملی رو عکس العملی است مساوی و مختلف وجهت. اینو بکنی باید بهت برگرده. این اصلا قانونش تغییر ناپذیره. گفتم اون کالبد علی من بالانس نمیشه تا موقعی که اون رفتاری که از من ساطع شده به من برنگرده، من اون هماهنگی وجودم واقعا به هم میخوره. پس تا بخوام اون بالانس رو به وجود بیارم، باید اون عمل به من برگرده. پس حالا یاد بگیریم اعمالمون رو بر مبنای نیکی، درستی، لبخند، خوبی، و اینکه بشینیم غیبت کنیم و دروغ و شایعه در مورد آدم ها. من واقعا توی همین لس آنجلس یعنی خیلی واقعا شرمنده میشم اگر بگم جامعه ایرانی فقط دارن شایعاتی که اصلا از یکی شنیدن و میخوان با آبرو یکی دیگه بازی کنن در موردش یه چیزایی میگن. یعنی ما دهنمونو که باز میکنیم یادتون باشه، فکر نکنین این کلمه رو دارین به یکی تهمت میزنین یا یه چیز رو شایعه میکنین اینو خیلی براتون مفیده. برای شما همون اتفاق خواهد افتاد. میگه اگر حتی چیز خلافی دیدی، ببین قانونش اینه که اگر شما حتی یه کاری که یه آدم اشتباهی، خطایی کاری کرده، شما نادیده بگیرین. رسوا کردن آدم ها رسوایی ماست. Don't do that. ما تک تک روی خودمون باید کار کنیم. ما نمیتونیم بگیم خانم دکتر آدم ها اینن، مردم اینن، اون اینجوری میکن. بله، هزاران، میلیون ها، میلیارد ها آدم ها وجود دارن که کاری میکنن. من چی کار میکنم؟ یادتون باشه خودم رو دارم درست میکنم و کرکت میکنم. شما اگر خودتون نیکی، درستی، عشق، محبت، صمیمیت، خدمت رو پیشه بکنین، از مرگ نمیترسیم. ما مرگی وجود نداره، ما جاودانه روحمون باقی میمونه. پس بنابراین مرگ پایان کبوتر نیست، ما نمیمیریم، ما فقط تغییر شکل میدیم و بر مبنای رفتارامون، بر مبنای اعمالمون، بر مبنای کردارمون در یک لایف دیگه میایم که نمیایم تنبیه بشیم، میایم رشد بکنیم. الان که من دارم این آگاهی رو به شما میدم، این رشد رو پیدا کنین، این آگاهی رو پیدا کنین. ما نه ثروت به ما اون رضایت رو میده، قصرهای میلیونی، دستگیرهای طلایی در خب یک ماه ممکنه برای شما جاذب باشه، بعد احساس پوچی میکنین. هوارد هیوز اومد، بزرگترین ثروتمند که کشتیهای نمیدونم خصوصی داشت، جزیره خصوصی، هواپیما، تمام هتلهای پنج ستاره دنیا مال هوارد هیوز بود. بعد این انقدر وقتی بعد از این همه ثروت دید پوچه، چون احساس نکرده بود برای چی دنیا اومده. فکر نکرده بود که ما اومدیم که عشق، ایثار، محبت، صلح درونی، بخشش و خدمت رو به دیگران و خودمون اهدا کنیم. فکر کرده بود فقط بیایم و ثروت اندوزی کنیم. وقتی اینقدر ثروتمند شد، آخرش رفت توی یه دونه از این هالیدی اینا که مثل مسافرخونه ایرونیا هست، تفنگ گذاشت خودشو کش. چرا؟ به خاطر اینکه به این تفکر رسیده بود که واسه چی هستن این همه ثروت داره، هیچ لذتی نمیبرد. چون نفهمیده بود رضایت از درونه. من از درون رضایت میگیرم، نه اینکه بیرون ثروت ها رو بیارین. ولی وقتی درونتون پوسیده است، من نمیدونم آدم هایی که اینقدر ثروت اندوزی میکنن و برای اینکه مثلا مردم به قول معروف چشمشون نکنن لباس پاره میپوشن میان، حالا یارو میلیاردره تو این لس آنجلس مثلا، که مردم نفهمن خب ثروت ها رو برای چی. ما اگر ثروتی برای ما میاد، حتما یه حکمتی توش بوده که بیایم ایثار کنیم برای آدم هایی که واقعا محتاج هستن. یه گروهی رو ما بذاریم این کار بکنیم. من خودم با همین درآمدی که اصلا چیزی نداره، ناچیزه، توی ایران برای بچه های بی سرپرست، بچه های
معلول یه هزینه ای رو انجام میدم، هیچ کار مهمی رو نمی کنم، ولی احساس میکنم خیلی خوب میتونم یه رضایتی رو در اونا به وجود بیارم که باعث رضایت من بشه. این هاست هدف ما. به درونتون مراجعه کنین. ما با مغز راستمون، من اتفاقا یه آرتیکلی توی اینستاگرام و چیز فرستم و این که من با مغز راستم هستش که نیمکره حیات بخش ماست، نیمکره راست ما، مغز ما، و اون نیمکره نجات دهنده و حیات بخش ماست که خلاق معجزه‌گره، و وقتی ما با اون رابطه برقرار کنیم شروع میکنیم شعف و وجد درونی رو و حس نوع دوستی رو، حس کمک رو و ایثار کردن رو، اینا رو آروم آروم در خودمون به وجود میاریم. حالا میتونین برین رو موج آلفا از طریق مدیتیشن یا هرچی اون آرامش رو پیدا کنین. تمام مدت ما داریم همطوری نگاه میکنیم توی مادی زمان، جهان مادی یک میلیونیوم کل جهان هستی که تو درون ما هستش. اون آگاهی های خودمون رو، خرد در درون ماست، اون خرد درونی رو روشنش کنیم بیارینش بیرون. آگاهی ها و خردی که در درون ما هست ما رو زندگیمون رو نجات میده. بش میده از مرگ نترسین، هرچی میتونین کارهای که شما رو شاد میکنه و دیگران رو خوشحال اونا رو انجام بدین. دوست باشیم با انسان ها. خیلی ممنون دکتر، خیلی از راهنماییتون تشکر میکنم. قربون شما. انشالله که همه گوش بدن و یاد بگیرن که ما خلقتمون برای چیه. ما خلقتمون برای این نیست که بخوریم و بخوابیم و جمع بکنیم و بچه دار بشیم و بعدم شیرجه بزنیم تو تاریکی. نه، ما برای یک رسالتی دنیا میایم. اون رسالت رو اگه بفهمین چه کار میکنین؟ خیلی تغییر میکنین. تا موقعی که اون رسالت رو نفهمین و فکر کنین ما علکیه، هیچ، همون به اون دور تسلسل، درست مثل اسب عصاری که دور یه دایره میچرخه با چشم بسته، ما همون کار رو اگر بخوایم اون مثل اسب عصاری دور خودمون بچرخیم و نفهمیم که کجا هستیم، کجا داریم میریم، چه اعمالی در ربایستی پیشه خودمون بکنیم، چه چیزا رو یاد بگیریم، فکر کنیم مردم یاد نگیرن. شما اینجا رهبر بشین، رهبر اون گروهی که باهاشون در ارتباطین. ما میتونیم به اونا راهنمایی کنیم. بعد بابا همه مردم نمیدونم مال پرستن، همه مردم اینن، خب همه مردم من چیم؟ شما یاد بگیرین اگر دارین از اونا انتقاد میکنین totally different از اونا باشین، یعنی متفاوت باشین، تغییرات رو در خودتون به وجود بیارین، بعد میبینین که انقدر شعف دارین که تشویق میشین که اون کار رو ادامه بدین و این کار رو انجام بدین. همه تون، این رسالت من اینه که به شما همه تون توصیه کنم که بفهمین برای چی دنیا اومدین. نیومدین این کارو بکنین بخورین بخوابین، به قول شما که میترسی از مک شیرجه بزنی تو تاریکی، نه، حتما ما هستیم جاودانه، روح ما باقی میمونه و ما اینقدر باید بیایم تو این چرخه. حالا میگن که حالا چند میلیون باری که باید بیایم تو این چرخه، باید بیایم و وقتی که آگاهی الهی پیدا کردیم یاد بگیریم چه طرزی باشیم که فقط عشق بشیم، چون جهان بر مبنای عشق به دنیا اومده. وقتی اون عشق رو نسبت به همه چی حس بکنین، به میزت لگد نزنی، این میز هم روح داره. ما با جسم هم بایستی رفتار درست داشته باشیم، چه برسه با حیوان، با انسان، با روح. اینقدر مهمه. هر وقت به اون آگاهی رسیدین و احساس مسئولیت کردین و فکر کنین نه بابا من یواشکی اینو میرم اذیت میکنم، پشت اون میرم، جایی حساب نمیشه، هیچکی که ندیده، نه، خودتون کالبدلی خودتون همه رو حفظ میکنه، شما رو مسئول میکنه و تمام اونو تو وجود خودتون نقش میبنده. هیچ لا، به قول اون بچه که بودیم میگفتن یه فرشته دست راسته یه فرشته دست چپ اعمالتو مینویسه. آره، ما کالبد خودمون همه رو نگه میداره و بر مبنای اون به ما بر میگرده و بر مبنای اون بازگشت همه اینا. پس یاد بگیریم تو همین دنیا کار ماهامونو پس بدیم تا همین موقع که جونم. سلام میخوام دکتر، میگم بعد از اینکه صحبتتون تموم شد، الو بفرمایید. میگم بعد از اینکه صحبتتون تموم شد میشه من یه ترانه از خانم هستی براتون بخونم یکم فضا عوض بشه؟
بخونید الان بخون الان چقدر زیبا وای اصلا اینقدر مرسی چقدر زیبا و چقدر هم قشنگ خوندی و چقدر هم با تفکر من یه حالتی همخوانی داشت I don't know و واقعا ممنونم به شما خانم دکتر من همیشه توی خلوتم از ابتدا تنهای آشپزی ترانه های خانم هاییده من اینا همه رو برای خودم میخورم آفرین خیلی خوبه با موزیک ما میتونیم درسته با موزیک ما میتونیم آرامش پیدا کنیم وقتی داریم میخونیم ببینید یکی از خواست این که من که میخونم دیگه فکرهای منفی نمیکنم وقتی شما دارین یک حرکتی رو با زبان و مغزتون انجام میدین یعنی در ضمن اینکه دارین میخونی دارین ریمایند میکنی و به خاطر میاری آهنگ رو پس بنابراین در زمانی که داری آهنگ میخونی در زمانی که داری اون کار میکنی افکار منفی نمیاد به خاطر همینم من اصلا چون ما نمیتونیم در ضمن اینکه داریم میخونیم بگیم وای دیدی 4 سال پیش اگه اون کارو کرده بودم اونجوری نبود حالا بدبخت شدم اصلا کسی که چون میتونم هر از گاهی تو برنامه تون بیام یه آهنگ بخونم حتما بیاین حتما از کجا زنگ میزنین بله بله من روزای جمعه همین ساعت 10:30 شب وقت ایرانی که الان مثل که اونجا الان ساعت چنده تو ایران الان ایران ساعت 10:10 بله وقتی ما نهانیم تشریف میاریم آره البته میگم ممکنه ساعتهای ما هم جلو بره عقب بره چون شما ساعتتون عقب رفت یک ساعت به خاطر همین قبلا 10:30 بود حالا شده 9:30 ولی اگه ما هم بریم جلو دوباره باز من اعلام میکنم ولی الان 9:30 شما تا موقعی که ساعتهای ما به عقب کشیده نشده 9:30 شب تو برنامه گوش به اسمتون چیه عزیزم من یادم بمونه من مهرک هستم خانم دکتر مهرک بله اسمت هم خیلی قشنگه مهرک یعنی مهربان Thank you. بیا بیا بخون من برای همین میگم یه حال هوای آدم ها عوض میشه من خیلی قشنگ بود با نیت تفکری من خیلی همخوانی داشت و من خیلی ممنونم از دکتر من آهنگ آواز رو دوست دارم مثلا آهنگای اصیل منم هایده و مهستی رو خیلی دوست دارم منم هایده و مهستی رو خیلی دوست دارم اصلا واقعا هایده و مهستی مخصوصا هایده که اصلا بی نظیره چیزاش و مهستی هم همینطور خدا بیا مرز روحشون شاد که واقعا تونستن به هر حال اثری از خودشون به یادگار بزنن برای
ما ممنونم از شما جونم. وقت میکنی من یه دونم از هایده بعد براتون بخونم یا وقت ندارم؟ نه دیگه الان ما داریم وقتمون داره تموم میشه. من نگاه کردم دیدم دیگه دست. بله ایشالله به امید خدا. خب خیلی خوشحال شدم خانم دکتر عزیزم، لطف کردی، مرسی که زنگ زدی. از راه دور میبوسمتون و آرزوی خوشبختی و تندرستی براتون دارم. مرسی، منم همینطور برای همه تو، برای جامعه ایرونی به تکنیک های من توجه کنین. شما رو ازتون تشکر میکنم، میتونیم خدافیزی کنیم. به تکنیک های من خدا نگهدارت عزیزم. ببینیم به تکنیکا توجه کنین، روشایی که من اینا چیزاییه که برای زندگیتون خیلی کار میکنه و تمام کسایی که اومدن و توی تراپی قرار گرفتن یاد گرفتن چجوری خودشون رو اون در حقیقت آگاه بشن از وجود خودشون، آگاه بشن از قدرت‌های خودشون، آگاه بشن که من قادرم، من میتونم رشد بکنم، من میتونم تا جایگاه خیلی بالایی پیش برم. ما دیزرف هستیم، ما لیاقتشو داریم. ما برای عذاب، برای رنج دنیا نیومدیم. اگر رنج میبرین، اگر ناراحتی برای خودتون درست کردین، یعنی من هستم که مسئولش هستم. آدمی مثل هلن کلر، اون اومده که واقعا به عنوان سمبول یک انسانی که کر و کور و لال، چون وقتی نمیشتم و نمیتونه حرف بزن، ولی تونست از قدرت‌های دیگرش استفاده کنه. به عنوان یه انسان چقدر نقش موثر رو به جا گذاشت. حالا من انسان که هم میشنوم هم میبینم، میتونم حرف بزنم و همه این قدرت‌ها رو دارم، باز هم خودم رو حقیر و ناچیز تلقی بکنم، باز هم خودم رو توی اون جایگاه تاریک ببرم. من دیدم شما چجوری میرین تو جایگاه تاریک، چجوری خودتونو. وقتی که من با یکی از مریضام پیرو صحبت میکردم، میگفتم میتونیم ما قدرتامونو با تلقین در خودمون به وجود بیاریم، چون تمام رفتارها از دوران کودکی با تلقین در ما به وجود اومده، هیچ چیز خود به خودی به وجود نیومده، همه اینا با تلقین در ما به وجود اومده. تلقین نه که مخصوصا به ما تلقین کنن، نه، وقتی که از کوچکی هی بهت گفتم تو اصلا نفهمی، نمیفهمی، حرف نزن، نگاه کن، تنبلی، خنگی، نمیدونم لنگ درازی، کله پوکی، یادتون نیست تمام این چیزایی که توی این کارتونا و این چیزایی به خورده آدم ها میدادن. وقتی که اینا رو ما فکر میکنه اصلا نمیذاره، مرتب به یکی بگی تو نمیتونی، تو قادر نیستی، تو احمقی، برادرت میتونه، خاله، پسر خاله، دختر. ببین اینا رو ما توی ما شرطی کردن. حالا شما محکوم نیستین، شما محکوم نیستین به اینکه اونا رو ادامه بدین. میتونین خوبیا رو در خودتون بیارین. درود بر شما. به هر حال ببینید میتونین جایگاه خودتون رو پیدا کنین. ببینیم ما جایگاه اون کجاست، جایگاهی که به عنوان یک انسان اون جایگاه رو ما میخوایم تجربه کنیم. چه جایگاهی رو دارین؟ جایگاه قدرت، چون مغز ما، فکر ما سلطان جهانه و بر مبنای تفکر و از تکوین یک تفکر جهان به وجود اومده. پس من که اون تفکر رو دارم و قادرم خودم رو، حالا ولی ما 10% 8% از اون قدرت خلاق ذهنمون رو داریم استفاده میکنیم. ابر کامپیوتر بزرگ جهان مغز ما هست و هیچ چیزی با اون قابل مقایسه نیست. فانکشن ابر کامپیوتر مغز ما 1000 برابر کامپیوترهای 10000 برابر کامپیوترهای معمولی است. پس ببینیم ما چقدر قدرت داریم و نمیخوایم ازش. این بالقوه در اختیار ماست، بالفطره در اختیار ماست. حالا من چه جوری دارم ازش استفاده میکنم؟ فقط برای این. من بدبختم، من نمیتونم، خوش به حال اون داره، چی شد داره، حالا بیام اونو بزنم زمین، بیام برای شایعه درست کنم، اون از دزدی اونجوری پول در آورد، این از اینجوری اینطوری. که اینا چه فایده ای برای شما داره جز اینکه
ذهنتون آلوده کنه و خودتون آلوده بکنه. ببین خودت چقدر میتونی رشد بکنی، خودت رو رشد بده. ما با تنها کسی که قابل مقایسه هستیم خودمون هستیم، با هیچ کسی دیگه قابل مقایسه نیستیم که بگم او اون اینجوریه پس منم باید اونجوری باشم، پس اون اونطوری کرد منم اینجوری نیست. به قدرتاتون برگردین. من توی این کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق و اون تو جادوی باور، یه کتاب دیگه هم که در زیر چاپ هستش، تو جادوی باورم باورا رو، باور ما به وجود آورنده یه سرنوشت ماست. باور این که شما قادرین، شما میتونین، ولی اون باوری که نه بابا نمیتونین، تو اصلا لایقش نیستی، اون لایقش بود. هر انسانی چیزی رو که به دست آورده، شما هم اگر تلاشتون باشه میتونین به دست بیارین. آدم هایی که محقق بودن، دانشمند بودن، تمام اونا روی یه هدف زوم میکردن، تمام افرتشون و تمام تلاششون رو میذاشتن که اون نقطه رو برسن. حالا چی؟ امبیشزم بودن، اون بالا رو نگاه میکردن، نمیخواستن برسن اون پایین. و ما وقتی میگیم نه بابا یه آبباری که برامون کافیه، میتونی قادری و میتونی اون قدرت ها تو زندگی بکنی، ولی اون ذهن منفیاش نمیذاره. اون تنبلی که به ما غلبه میکنه، نه بابا همین کافیه، حالا ولش کن بی خودی، چرا به تمام اینها منفیه، اینا رو باید درمان کرد. توی این کتاب من خیلی نکاتی رو که برای زندگی شماست، و میگم همکارای من آقای دکتر روانشناسی که چند نفری که واقعا کتاب من رو خوندن، گفت خانم دکتر واقعا باید 10 بار اینو خوند. ایشون میگه من 5 بار خوندم، یکی میگه من 4 بار، ولی 10 بار باید خوند تا تمام اینو مفهوم بشه و ما بدونیم پیغام شما رو بگیریم. پیغام برای اینه که ما رشد بکنیم، پیغام برای این که من بدونم چقدر خلاقم، من بدونم چقدر قدرت تو درون من نهفته است و من هیچ کدومو نمیخوام زندگی کنم و خودمو ناچیز و حقیر و بدبخت و ناتوان و بیچاره تلقی میکنم. یادمون باشه اون unconscious mind ما، ضمیر ناخودآگاه ما، هر چی رو که ما بهش بگیم همونو به ما تکرار میکنه و قضاوت هم نمی کنه. بنابراین اینا رو من همه رو تو این کتاب براتون، باورتون چجوری به وجود میاد، شخصیت شما از طریق پدر مادر چطوری شکل میگیره، چطوری میتونین اعتماد به نفس در خودتون زیاد کنین، چطوری میتونین یک رفتار ناخوشایند رو تغییر بدین، تکنیک هاشو براتون همه رو گفتم. در مورد سلف ایمیج، تصویر ذهنی، چقدر میتونین در سرنوشت شما مؤثر باشه و خلق بکنین دستینیشن و سرنوشت خودتون رو از طریق تصویری که میسازین، که تمام اینا رو، تکنیکا رو من هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی انجام میدم و اینا رو حتی تو آنکانشس مایند شما میذارم. فقط میخوام، من اصلا مسئله مادی برای من مطرح نیست، مهم اینه که چقدر پیغامم رو به شما ها مخابره کنم و چقدر شما رو آگاه کنم از قدرتاتون. و باز بیاین، من تکنیکا رو میدم. اهل این که بگم حالا میایین اونجا اینقدر مبلغ اگر ندین، نه، همچی چیزی نیست. شما وقتی داوطلبین، من فکر میکنم شاگرد وقتی آماده هست، اون استاد اون رو بایستی حمایت کنه. و من هم در جایگاه شاگردم، هم در جایگاه استاد. وقتی شما در جایگاه شاگرد به من مراجعه میکنین، پس آماده هستین. وقتی آماده هستین، من سد راهتون نمیشم که بگم مثلا چون نمیتونین بعد احساس کنین نمیتونین پشیمون بشین بخواید اون ارتباط رو قطع کنین. نه، همون که آگاه شدین که میتونین رشد بکنین و بیاین داوطلب بشین، پس شاگردین، آماده شدین. و هر وقت شاگرد آماده باشه، استاد ظاهر میشه. اگر شما خودتون رو آماده میبینین، بدونین که پس استاد ظاهر شده به شما، پس استاد میخواد که شما رو تغییر بده. هر وقت که در انکارین، دیگه استادی نمیخواین. انکار بکنین، آن کسی رو که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کسی که نداند و بداند که نداند،
میتونه یه جوری خودش رو به مقصد برسونه به یک نحوی. پس یاد بگیریم اگه نمیدونیم و میدونیم که نمیدونیم کمک بگیریم، ولی اگه نمیدونی که نمیدونی و فکر میکنی پرفکتی، نیاز نداری، ولی هنوز احساس میزربل میکنی، ناراحتی، رنجش داری، احساس بدبختی میکنی، پس بدونی یک اشکالی وجود داره. get help، کمک بگیرین، یاد بگیرین، به خودتون کمک کنین، خودتون رو رشد بدین. پیغامای من برای شما اینه، تا موقعی که ما تک تک روی خودمون کار نکنیم نمیتونیم از دیگران ایراد بگیریم. هر وقت من تک تک اومدم مشکلات خودم رو فهمیدم چیه و اومدم اونا رو از بین ببرم، اون موقع هست که رسیدم به اون جایگاه انسانی خودم. ولی هر وقت که چشم بازه که مشکل دیگران رو ببینم و خودم چشم پوشی میکنم از این همه خطاها، مشکلات و مصیبتهایی که تو وجودمه، اون موقع هستش که همون میزربل باقی میمونم دیگه، همون احساس بدبختی، احساس ناتوانی، ناکامی، همه اونایی که احساس میکنی. پس این کتاب منو میتونین، برای کسی که کتاب منو سفارش داده بودن همش پست شده براشون، منتظر باشم بهشون به دستشون میرسه. این کتاب با یک سیدی میاد که دوتا مدیتیشن ریلکسیشن خیلی در حقیقت مفید هست توش و یه سری صحبت هایی در ارتباط مطالب مهم کتاب که کلن یه ساعت یه ساعت خورده یه، و اینو میتونین توی ماشین بذارین، توی خونه دارین کار میکنین، این گوش بدین. پیام هایی که داره شروع میکنین پازیتیو شدن. کسایی هستن که میگن ما 20 بار تو محل کارمون داریم میرفتیم و برگشتیم اینا رو همش گوش دادیم، جملاتتون هم از بحریم و چقدر روی ما تاثیر گذار. یاد بگیریم برای رشد خودتون هر کاری رو که میتونین بکنین. من آمدم پیام آور صلح درونی، عشق به خود و یاد گرفتن اینکه چقدر ارزشمند و با قدرت هستین، این پیامه بهتون بدم. من نیومدم به شما پیغام حقارت، له شدی، از بین رفتی، مردی، نمیدونم مصیبت زده، هیچ کدوم از اونا نیستین. شما قادرین و این پیغامو من دارم به همتون میدم و اینو به شما نشون میدم. من 20 دقیقه مشاوره رایگان، 15 تا 20 دقیقه برای همه ایرونیا و فارسی زبانان جهان دارم. این میشن منه، رسالتم اینه که این پیام رو به همتون برسونم و شما رو آگاه کنم از قدرتاتون. این تنها پیامیه که میتونه برای همه انسان‌ها تاثیرگذار باشه. هر کس روی خودش کار کنه، هر کس خودش رو تغییر بده. و این مهمترین پیغام منه، یاد بگیر نمیتونی کمک بگیر و بدون که من گریدی مالی نیستم، من خدمت بذارم. یعنی آدمی هستم که در این جهت شاید میشنمه، رسالت همه، نمیدونم، هرچی که هست احساس میکنم باید این دینم رو به جامعه خودم ادا کنم و کسایی که فارسی زبانن. من از آقای اندرو در مهندس اندرو در تکنیکال سپورت اینجا، کارشناس فنی، تشکر میکنم که با من نهایت همکاری رو دارن و سالگرد ازدواجشون هم مجددن از پشت میکروفون بهشون، خودشون و خانمشون تبریک میگم و تولد خانمشون. بسیار انسانهای شریفی هستن و من خیلی ازشون متشکرم. و تا درود دیگر با همتون بدرود میگم و خدا نگهداره همتون. خداحافظ. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان ناهنجاری های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان،
سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودنسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودنسی، عضو انجمن ارتودنتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-1113 310-444-1113 دکتر آتوسا نیکایین ارتودنتیست.